در نخست سرخط خبرها. خواست ملا برادر از جامعه جهانی بر تداوم کمک های بشردوستانه به افغانستان. برف و باران های اخیر باعث نگرانی بیشتر مردم گردیده است. سیاسی ملاحظو پرته باید نړیوال د بشریت لمکی له ارمونو سره مرسته وکړي او خپل انساني مکلفیت ادا کړي. تاکید شهروندان بر منظم بودن لباس نظامی نیروهای امارت اسلامی. وزارت داخله از راهکار جدید برای منظم شدن نیروهای امنیتی خبر می‌دهد. د کورنیو چارو وزارت لخوا پولیسو ته د تعلیم او تربیې د لړۍ پیلولو ترڅنګ د ټول هیواد په کچه هر ورځ زیات شمیر پولیس هم په خپل ځانګړي یونیفورم ملبس کیږي. آغاز کار استخراج معدن مس عینک لوگر در آینده نزدیک. چنانو ته زه اوس هم همدې تاسې له تاریخ هم ورته وایم چې دوی زر ته زر راشي کوم معاهدې چې له همغه نظام سره کړي دي موږ متحد یو چې په همغه شرایطو باندې دوی سره په مخکې لاړ شو. با کشته شدن دهها تن از نیروهای نظامی قزاقستان در درگیری ها با اعتراض کنندگان. به نام خدا و با عرض سلام بیننده های عزیز، توجه نمایید به اخبار. ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزراء حوادث طبیعی ناشی از بارش برف باران را نگران کننده می دانند و از جامعه جهانی می خواهد تا کمک به افغانستان کنند. آقای برادر می گوید در دو دهه اخیر اشتغال زایی مناسب فراهم نشده و در نتیجه مردم با بیکاری و فقر مواجه هستند. وی اطمینان می دهد که امارت اسلامی اقدامات لازم را برای مقابله با شرایط اضطراری انجام داده است. همکارم با تفصیل بیشتر. اگرچه برف و باران آبادی سال است، اما برف و باران اخیر زندگی افراد فقیر را با مشکل روبرو کرده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزراء در یک پیام ویدیویی اخیر در مورد بارندگی ها و حوادث طبیعی اخیر از جامعه جهانی خواست است تا کمک های بشر دوستان اضطراری را ارائه کند. آقای برادر افزود که افغان ها پیش از هر زمان دیگر به کمک ها نیاز دارند. ده هیواد پدی روسیمو که خلق خوراکی توکو سرپناه لباس درملو او نقدی مرستو ته عاجل اړتیا لري. بناءً له سیاسي ملاحظو پرته باید نړیوال د بشریت له مخې له ارمونو سره مرسته وکړي او خپل انساني مکلفیت ادا کړي. آقای برادر در دولت قبلی را مقصر سوی مدیریت دانسته و افزود در دو دهه گذشته هیچ اقدام مؤثر برای ایجاد اشتغال زایی صورت نگرفته است. وی که رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث طبیعی نیز است، از دولت و نهادهای مستقل خواست تا به مردم کمک کند. لیوی خواه ظالمانه بندیزون خلق لیکتصادی ستونز سر مخامخ کردی. لبلی خواه پتی روشول و کلونو که هیچ داشی زیر بینایی کار ندی سوی چه هیوادوالو تا روزگار پکش پیدا او یا هم در اطلون که لپاره ده هیواد ده پرمختگ ذریعه. در حین حال، برخی از فقیران می گویند شرایط بد اقتصادی و بیکاری از یک سو و هوای سرد زمستان و بارندگی ها از سوی دیگر زندگی را برای آنها دشوار ساخته است. تا جایی که برخی از آنها در این شبهای سرد و طولانی گرسنه نمی خوابند. در این زمستان ای فقر رسی که ای گشنگی رسی که ای بیکاری رسی که از یک طرف بیکاری از یک طرف جامعه جهانی حقوق بشر چی کت کردیم؟ حقوق بشر ما میگیم کمی پول ما را آزاد کنه برای ما یک زمینه کار ما را مهیا کنه. وطن ما را به رسمیت بشناسه. ما در فقر بیچارگی قرار داریم. کشورهای خارجی جامعه جهانی کمک نه برای ما از فقر بیچارگی برای. ملا برادر در پیام خود به مردم اطمینان داده که امارت اسلامی برای مقابله با هر گونه شرایط اضطراری احتمالی ناشی از حوادث طبیعی و بارندگی در کشور آمادگی کامل دارد. شمار شهروندان غیر منظم بودن لباس های نیروهای امنیتی را عامل عمده بی‌نظمی و استفاده کردن افراد مغرض بیان نموده. از امارات اسلامی می خواهند که نیروهای نظامی را با لباس منظم ملبس نمایند. در این حال وزارت داخله از راهکار جدید برای منظم شدن نیروهای امنیتی خبر می دهد. مسیح الله احمدی با تفصیل بیشتر.
باشندگان کابل از نداشتن لباس‌های منظم نیروهای امنیتی شکایت داشته، از امارت اسلامی می‌خواهند هر چه زودتر به خاطر نظم در جامعه برای نیروهای امنیتی لباس‌های منظم تدوین نمایند. لباس باندې دغه د چې د لباس ټول ته منظم کړي، د پولیسو لباس مشخص شي، د دفاع مشخص شي، د کمانډو د هر یو امنیتي ملي د ټولو چې مشخص شي، چې خلکو ته معلومات وشي چې کم یو کس سره مونږه لکه درېدلو په دغه تاسو ته مخکې ویلي، اوس په دې وخت کې معلومات نشته. هر یو کس دغه اوس مثلا سړی یو کور ته ځي، یو ځای ته ځي، مثلا یو کس یې ودری، اوس سړی نه پوهېږي چې دا کم یو ارګان والا دی. لباس خود و در د ای راستا د وزارت داخله ما کې باید تمام شهروندا کې ببینن از لذت ببرن، ولی بعضی هایی که ببینن یک کمی وحشت میکنن در اینجا. ما شخص خودم به حیث یک شهروند تقاضای ما از وزارت داخله می است، از وزارت دفاع می است که فقط منظم بسازن. منظم ساختن امارات اسلامی و روحیه و رشد مردم افغانستان است. انجینر عاقل حزام الله معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید در پهلوی تعلیم و تربیت نیروهای امارات اسلامی شمارشان نیز با لباس های نظامی ملبس گردیدند. دی کورنۍ چارو وزارت لخوا پولیس و تا دی تعلیم او تربیه دی لړۍ پیلولو ترڅنګ دی ټول هیواد په کچه هر ورځ زیات شمیر پولیس هم په خپل ځنګړي یونیفورم ملبس کیږي. ان شاء الله چې دا لړۍ با تر هغې پورې روانه وي تر څو هر څه ژر ټول پولیس په یاد شوي یونیفورم ملبس شي. از تغییر حکومت و آمدن نیروهای امارت اسلامی حدود 5 ماه میگذرد. تا حال نیروهای امارت اسلامی با لباسهای نظامی ملبس نگردیدند. نیروهای قطعات خاص ریاست استخبارات ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد منطقه شیخ مصری بر یک مخفیگاه اختطافگران و دزدان مسلح عملیات انجام داده که سرانجام سرکرده این گروه به نام عبدالله با مواد انفجاری دستگیر شده است. مخکې ننګرهار کې باندې وم د قچاق سلاب کیس، او اوس هم دا د کابل نه را روان و. دلته په یو کور ورتللو، کور کې 90,000 ډالر او لس تولی سره. څرنګه چې سفو راته ویلي چې دغه د یو کور کې یو لس تولی سره دي چې ورزو را وړو، او بعد دغه نه راته ویلي چې دلته د یو اختطاف موضوع ده. چې تېر حکومت کې څو کاله درې میاشتې بندي وم، او د غلاب تولی نیولی اومه یو کور دی و څو روپۍ پکې دي، 90,000 ډالر یا او لس تولې سره ده. پکې مکتوب ده، دغه مکتوب کې لس میله وسلې لیکل شوي دي. د یو کلشینکوف او دا د انتفانکشي مسره شته. یو غلط سړي د اختطاف مسله وه چې تخته وم، هغې نه مخکې مونږ د مار مجاهدونو ونیولو. یو وارد صاحب الله مې په اختطاف کې بندي شوی، یو وارد سهیل. وزارت معدن و پترولیم از قرارداد استخراج مس عینک ولایت لوگر از سوی کشور چین در آینده نزدیک خبر می دهد. این وزارت می افزاید به قرارداد حکومت قبلی با کشور چین متعهد است و از مسئولان دولت چین خواستار استخراج این معدن گردیدند. در این حال شماره از کارشناسان اقتصادی می گویند اگر در قسمت استخراج معدن شرکت های بزرگ خارجی سرمایه گذاری کنند، افغانستان از لحاظ اقتصادی خودکفا خواهند شد. جزئیات بیشتر از همکار ما فضل رحمان معنوی. قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر را حکومت قبلی در سال 2008 میلادی با شرکت MCC کشور چین امضا کرده بود، اما تا حال پروسه استخراج آن آغاز نگردیده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید با این شرکت صحبت شده است که مطابق قرارداد حکومت قبلی استخراج معدن مس عینک لوگر را آغاز کنند. مسایه کا کان د شه د موږ د افغانستان د جوړوالي د رغونې لپاره یو حیاتی پروژه ده. چنانو ته زه اوسم هم د تاسو له تاریخه مرتوایم چې دوی زرته زر راشي کوم معاهده اسلامي نظام سره کړی دی، موږ متحد یو په موږ شرایطو باندې دوی سره په مخ کې لاړ شو. دوی د حرارتي برېښنا د فابریکې جوړولو وعده کړی ده، 400 میگاواټ به یو فابریکه جوړیږي چې لوګر ولایت، میدان وردګ ولایت او کابل ولایت ټولو ته به برېښنا ورکوي، خو تر اوسه پورې هغه نقشه هم نه ده جوړ کړې. از سوی هم کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر پروسه استخراج مس عینک آغاز گردد، افغانستان در سطح منطقه به مرکز بزرگ سرمایه گذاری مبدل خواهد شد. با سرمایه گذاری های خارجی میتونه که اعتبار افغانستان در سطح منطقه و جهان بلند ببره، و افغانستان که از نقطه نظر جیوپولیتیک
یک نقطه اتصال میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی است. این هم میتونه که در قسمت وصل ساختن این کشورها خیلی مهمت واقع شود و از طرف دیگه با سرمایه گذاری هایی که در بخش های گوناگون از طرف شرکت های بین المللی یا کشورهای خارجی صورت میگیره، این میتونه باعث اشتغال زایی بیشتر در افغانستان شود و در قسمت رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی را بازی بکنه. خواله داده چه افغانستان ده پر ده یو اعتبار ده خدای نخسته ده پروژه و دریگی هم اقتصادی ضربه خورو هم مون نشو کوای چه نور دنیا نور کشورو تا یو اعتماد پلاس را ورو هیله می بیا هم ده حکومت امارات اسلامی نه داده هرڅه عاجله باید ده اقدام ده دی بندی دیر کارو کی ترڅو چه نور ممالک هم راشی لکه چین غونده سرمایه گذاری وکی ام ایجاد د کارشی ام د ننني شرایط د لپاره اقتصاد باندې موږ په خپل په پخو ودرېږو. طبق بعضی آمار ارزش معادن افغانستان در حدود 3 تریلیون دلار تخمین شده است که تیل، گاز، سنگ زغال، طلا و دیگر معادن قیمتی دارد که از این میان صرف معدن مس عینک لوگر 15 میلیون تن پیش بینی شده است. باشندگان ولسوالی رستاق تخار از بهبود وضعیت امنیتی این ولسوالی نسبت به گذشته ابراز خرسندی می کند. به گفته باشندگان این ولسوالی در حال حاضر شب و روز در بخش های ولسوالی رستاق بدون ترس گشت و گذار می کنند. در این حال مسئولان امنیتی رستاق می گویند پس از پیروزی امارت اسلامی جلوه بی‌بندوباری و گشت و گذار تفنگداران غیر مسئول گرفته شده و شب و روز به خاطر بهبود امنیت این ولسوالی تلاش می کنند. عتیق الله آتش. ولسوالی رستاق تخار که در زمان حکومت پیشین یکی از ناامن‌ترین ولسوالی این ولایت به شمار می رفت و مردم از آزار و اذیت تفنگداران غیر مسئول هر از گاهی شکایت داشتند. اکنون از بهبود امنیت و تلاش های مجاهدین امارت اسلامی ابراز خرسندی می کنند. وضعیت امنیت شکر خوب است، بد نیست. از طرف امنیت بسا خوب است، آرامیز شب و روز آزاد میگردیم. وضعیت امتیمون خیلی خوب است، بهتر است از سابق که خیلی خوب است. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند در حال حاضر بدون ترس در بخش های این ولسوالی گشت و گذار میکنند و از مسئولان امنیتی خواهان تدابیر بهتر امنیتی هستند. سابق رفته نمیتونیم ولی بیخی میریم، هر دقیقه ما از جا خفتن از آن میتونم حرکت میکنم میرم یکی امنیت است. سابق رفته نمیتونستیم، شام ده میرفتیم. دزدی زیاد با دیگر دبر پیسه گرفته نمیتونستی، بعد از شام بالا رفته نمیش. حال شکر اختا میریم اش بایی شو نو بایی شو ده بایی شو میریم. گزمه دارم گزمه میگردن، شب میگردن، روز میگردن. شماروشون با مردم رو لگی سر مشکل کشید، زنگ میزنیم خشون بعضی تایی پیسد میرسن. در این حال مسئولان امنیتی ولسوالی رستاق میگویند پس از پیروزی مجاهدین امارت اسلامی جلو بی‌بندوباری و گشت و گذار تفنگداران غیر مسئول گرفته شده و شب و روز به خاطر بهبود امنیت این ولسوالی تلاش میکنند. ان شاء الله قسمی که شما از مردم پرسان کردین مردم اطمینان داره از امنیت، در آینده شما اطمینان میدیم هم ملت که ان شاء الله در ولسوالی رستاق هیچ مشکلی به میان نمیه و نخواهد آمد. به گفته مسئولان امنیتی تخار وضعیت امنیتی در این ولایت و ولسوالی های 16 گانه تخار کاملا تامین است و برای هیچ کس و یا گروه اجازه نخواهند داد تا به آرامش مردم این ولایت صدمه رسانند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که گویا از سوی امارت اسلامی سر مانکن ها دور شدند. این در حال است که وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر می گوید که این یک دسیسه است. تا حال از سوی آنان در مورد دور ساختن سر آنها کدام ممانعت نشده است. از سوی دیگر دکانداران می گویند که هیچ ممانعت و یا دستور از سوی امارت اسلامی به خاطر مانکن ها که برای نمایش لباس ها اند داده نشده است. شرح بیشتر از همکار ما محمد قاسم فرهمند. دکانداران می گویند که به خاطر فروش بیشتر لباس ها از مانکن ها استفاده می کنند و تا حال از سوی امارت اسلامی هیچ گونه ممانعتی برایشان وجود ندارد. ای که نبا شما نمی تانیم سودا کرده، مشتری می بینه یک چیز عادی واره برشان معلوم می شه، ای خوب است هم سمپل هم یک چیز دیزاین معلوم می شه. تا حال پیش ما خواه امارت اسلامی نامده و نگفته که یا ای سر ببرین یا نبرین. لباس از دکود بند نمی تانم مشتری که دهی خوش کنه.
و معلوم نمیشه که این دیزاین چی رقم است و چی رقم در بدن چی رقم معلوم میشه. ما گودیا را آوردیم، لباس ها را دایی انداختیم که هم دیزاینش و هم شلوارش و هم چادرش جداگانه معلوم میشه. مشتری میتونه در این گودی خوش کنه. شماره از شهروندان دور کردن سری منکنها را از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر رد کرده میگویند که در لباس فروشی ها کدام تغییراتی دیده نمیشود. دایی معلوم نمیشه، دایی به خاطر معلوم میشه که تنبان چادرش و یعنی پنجابیش به این خاطر که همون تو چی انسانیست معلوم میشه. بعد از امارات اسلامی که دکاندارا کلا مشکل کتگودی نداره که سرش بمره. اما وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر دور ساختن سری مانکن ها را یک دسیسه خوانده می گوید. دکانداران و دو ها گوله یا بطان سر نپری کلگی کمچه دوی جامعه را بسته به او دو جامعه دو پلور لپاره لغوانه لطا خستاله از مورد مختصیبی نوری نوی تیواز توسیه شویده نور دا عمل تا سپا ویدیو کم ندیلی چه دکانداران خپل تر سره کی. این در حالی است که در رسانه اجتماعی تصاویر دست به دست می شود که گویا از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر سری منکن ها که برای نمایش لباس استفاده می شوند دور شده و نمایش آنها را غیر شرعی خوانده است. برواری های سنگین و بی سابقه موجی از خوشحالی را برای باشندگان دایکندی ایجاد کرده و می گویند که برواری زیاد سبب می شود که آب زیاد شده و کشت زراعت بهبود یابد. سرور سروش از ولایت دایکندی. طی دو سه روز گذشته برفباری سنگین و بی سابقه در ولایت دایکندی باعث خوشحالی مردم شده است. باشندگان دایکندی میگویند که سال گذشته به دلیل نباریدن برف و باران مردم با کم‌آبی و خشکسالی بی پیشینه روبرو شده بود. حالا بارش برف باعث می شود که منابع آبی تقویه شده و کشت و زراعت بهبود یابد. این مایه خوشحالی نه تنها ما بلکه تمام مردم دایکندی شده و ما امیدوار هستیم که سال آینده یک سال آب باشد. قطعا زمانی که آب باشن سرسبزی هست، زراعت هست و در کنار از هم انکشاف هست. یک موضوع جدیتر داده کندی که متاسفانه سال قبل یا دو سال میشه که خوشحالی بود و حتی خیلی ها آب برای خوردن نداشت. بسیار خوشحال هستیم که زمان برق زده. بسیار جای خوشحالیه. از سوی دیگر به دلیل دشوار گذر بودن جغرافیای دایکندی راه های مواصلاتی به دلیل برفباری شدید مسدود شد و مردم خواستار بازگشایی راه های مواصلاتی شان شدند. امیدوار هستیم که این راه مسیرهای عمومی همچنان مسیرهای ولسوالی به امیا پاکاری شود، راه ها مشکلات مردم حل شود. مسئولان محلی دایکندی میگویند که جهت بازگشایی راه های مواصلاتی اقدام شده و برخی از مسیرهای عمومی بر روی رفت و آمد باز شدند. د ترافیکو پر مخ باندې خلاص دی ارڅو کولای سي چې اوترامت پر وکي پر مخ کې دوه کوچني کوتلانې پر هغه جدي کار شروع دی چې دا هغه مشکل مم ژر د ژر حل سي او د تمزان کوتل چې دی هغه خلاص دی نو کولای سي چې اوترامت خلق پر وکي او د خدیر کوتل او د شریک کوتل د استرلی پر کوتل پر هغه باندې کارونه شروع دی آغا به نور پر کار شروع دی در سبا مزیگر تا آغا خلاصیج. ولایت دایکندی یک از ولایت های است که بیش از 90% زندگی مردم اون وابسته به زراعت و مالداری می باشد. خشکسالی ضربه بزرگ را بر زراعت و معیشت مردم وارد کرده است. همچنان فقر بی سابقه در این ولایت پیامد خشکسالی می باشد. در این زمستان در ولایت دایکندی به صورت بی سابقه برف بارده است. مردم از این ناحیه به دلیل اینکه حاصلات زراعتیشان بیشتر شود و منابع آبی بیشتر شود خیلی خوشحال هست. روند توزیع مواد غذایی و وسایل زمستانی از سوی اداره جمعیت هلال احمر افغانی برای 1200 تن در هرات آغاز گردید. این کمک ها که شامل آرد، برنج، روغن و لباس های زمستانی می شود با خانواده های نیازمند که از اثر خشکسالی متضرر گردیده در منطقه دهانه کمرکلاغ و شماره از نواحی شهر هرات توزیع می شود. محمد جمعه رضایی. این بسته های کمکی که شامل آرد، برنج، روغن و پوشاک زمستانی می باشد قرار است از سوی اداره هلال احمر افغانی به بیش از 250 فامیل در شمال شهر هرات در دهانه کمرکلاغ توزیع گردد. مسئولان این اداره می گویند که آنان پس از سروی مناطق آسیب پذیر از خشکسالی و فقر به نیازمندان این بسته های کمکی را توزیع می کنند. اتا قلم مرش تقریبا خوراکی مواد دارو چه 500 کیلو وره بوجی ورجی څلروش 15 کیلو لس لیټر غوړی او 15 کیلو لوبیا او بل
تقریبا د خوراکي پیکیج مو دی بستلرو د ژمی بسته چې هغه کې الحمدلله ډیر قیمتي قلمونه سته. این مسنون همچنان از تجار و افراد خیر میخواهند تا در شرایط کنونی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند دست آنان را بگیرند. شماره از خانواده‌هایی که از این کمک ها مستفید گردیدند با اظهار قدردانی میگویند که در وضعیت بد اقتصادی چیزی برای خوردن ندارند. موږ یو جان مننه کوو، تشکر کوو د دغه محترم رئیس صاحب څخه، د دغه سری میاشتې د الهال احمد د دفتر څخه چې موږ سره دغه امداد او کومک کړی دي. هیڅ نه لرو بخار دغه، بس دغه کومک ته نیمه میاشت لپاره دغه موږ شی دی بل شی نه لرو، دا قدر کې نه لرو چې ویخرو دا وسه موږ زره مش. نو موږ غواړو چې موږ سره کومکونه وسی، موږ سره مرستې وسی، موږ خو به کورو کې وسه وسو. این خانواده ها همچنان از نهادها و کشورهای مددرسان خواهان همکاری های بیشتری هستند. در همین حال مؤسسه ابرار در ولایت دایکندی برای نیازمندان امداد رسانی می کند. در پی بالا رفتن میزان فقر و گرسنگی در ولایت دایکندی، مؤسسه ابرار در این اواخر کمک رسانی های بیشتری را برای نیازمندان آغاز کرده است. سرور سروش باز هم از ولایت دایکندی با تفصیل بیشتر. در پی بالا رفتن میزان فقر و گرسنگی در ولایت دایکندی، مؤسسه ابرار در این اواخر کمک رسانی های بیشتر را برای نیازمندان آغاز کرده است. مسئولان این مؤسسه در دایکندی میگویند که تا هنوز به 2300 فامیلی فقیر و نیازمند در این ولایت نظر به نیازمندیشان کمک توزیع نموده است. ما در حدود 1374 خانواده را کمک های غیر غذایی که از جمله مواد زمستانی بودن کمک نمودیم و 2300 خانواده را در ولایت دایکندی از تمام مناطق که تحت پوشش مؤسسه ابرار هستند کمک های مالی نمودیم. مسئولین در این مؤسسه همچنین میگوید که در سال جدید نیز در ولایت دایکندی برای نیازمندان کمک توزیع خواهد نمود. اما در آینده نزدیک ما به چندین صد خانواده بازم کمک های نقدی و همچنان مواد غذایی کمک خواهد نمودیم. با این حال افرادی که از کمک های مؤسسه ابرار مستفید گردیده از مسئولین این مؤسسه تشکری نموده و خواهان توجه بیشتر این مؤسسه برای نیازمندان است. منطقه ما نان خوردن نداره، آب بخوردن نداره. ما از خواهان از دولت هستیم که برای مردم این ملت توجه جدی نماید. کمک خوشحالی ناتونی کار نمیتونی در بدر متعاستی دیگه. در همین حال معاون و سرپرست ولایت دایکندی از توزیع کمک ها قدردانی کرده و از مسئولین مؤسسه خواست تا در دایکندی کمک های بیشتری ارائه نمایند. کلینیک، مکتب، لاری، آخری که موادون شده خلق تور سیجده را منان بگید. مؤسسه ابرار در سال 2020 در ولایت دایکندی فعالیتش را آغاز کرد و در این مدت تمامی ولسوالی ها را تحت پوشش کمک رسانی قرار داده است. این مساعدت ها از طرف مؤسسه ابرار در ولایت دایکندی در حال صورت می گیرد که بیشتر از 90% باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارد. اخبار این ساعت را دوام می دهیم با چند خبر از جهان. همزمان با اعزام نیروهای روسیه و قزاقستان، میدان مرکزی شهر آلماتا به میدان جنگ تبدیل شده و تیراندازی در این شهر ادامه دارد. مقامات تا به حال از کشته شدن 18 نیروی امنیتی و از زخمی شدن 748 تن خبر دادند. در همین حال وزارت داخله قزاقستان از کشته شدن 26 معترض و زخمی شدن صدها تن دیگر خبر می‌دهد. این وزارت طی اعلامیه‌ای گفته است که تا اکنون بیش از 3000 معترض را بازداشت کردند. سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار خودداری طرف‌ها از اعمال خشونت شدند. گفتنی است که اولین گروه نیروهای روسی تحت نام اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان اعزام شدند. قرار است 2500 نیروی این سازمان در این کشور مستقر شوند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا و ژاپن توافقنامه تحقیق و توسعه جدید را امضا خواهند کرد تا همکاری در مقابله با تهدیدات جدید دفاعی از جمله قابلیت‌های مافوق سوق و
فضایی را تسهیل کنند. بلینکن همچنین در افتتاحیه نشست مجازی بین وزرای خارجه و دفاعی ژاپن و ایالات متحده گفت که آنها یک توافقنامه 5 ساله جدید را امضا خواهند کرد که ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در ژاپن را نیز پوشش خواهد داد. این توافقنامه میان آمریکا و ژاپن در حال انجام می شود که کره شمالی روز قبل راکت موفق صوت را آزمایش کرد. و خبر اخیر این که بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها در برزیل صدها تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده و نزدیک به 1000 تن آسیب مالی وارد کرده است. این بارانها هفته قبل در ایالت باهای این کشور آغاز شده و تا اکنون جان 20 تن را گرفته و بیش از 20000 تن را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. گفتنی است که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها شماره از جاده‌های عمومی در این کشور مسدود شده و مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. بیننده های عزیز، این بود اخبار تا این ساعت. از توجهتان سپاسگزار هستیم. با سلامت باشید.